مقایسه نژاد جرمن شپرد با هاسکی، کدام نژاد برای من مناسب تره؟ سلام، سیدی هستم از مجموعه سگ برتر. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که اون نژاد بهتره یا اون نژاد بدتره. همه نژادها طبق خصوصیاتی که دارن میتونن بهترین نژاد باشن. پس برای همین بستگی به این داره که ما از اون نژاد چی میخوایم. همونطور که میدونید نژاد جرمن شپرد توی بحث نگهبانی فوق‌العاده است. پس اگه نگهبان و گارد بودن براتون مهمه، نژاد جرمن شپرد میتونه گزینه مناسب‌تری نسبت به هاسکی باشه. در ادامه خصوصیات هر دو نژاد رو براتون توضیح میدم. فقط یادتون نره که برای حمایت این ویدیو لایک کنید و یه کامنت خوشگلم برامون بذارید. جرمن شپرد یکی از محبوب‌ترین نژادهای سگ در دنیاست. اونها سگ‌های باهوشی هستن که فداکاری و شجاعتشون بی همتاست و به طرز شگفت انگیزی قادر به انجام هر کاری هستن. زادگاه این نژاد از کشور آلمانه. وزنشون بین 22 تا 55 کیلوگرم میرسه. طول عمرشون هم بین 9 تا 13 سال. قدشون هم بین 55 تا 65 سانتی متر میرسه. بررسی نژاد هاسکی. نژاد هاسکی اوایل دهه 90 میلادی به آلاسکا برده شد. هاسکی یک اسم کلی برای تعدادی از نژاد هاست که به عنوان سگ‌های سورتمکش مورد استفاده قرار می‌گیرن. این سگ در واقع در مناطق شمالی کره زمین مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما حالا به عنوان یک سگ دست آموز وارد منازل مردم شد. قد نژاد هاسکی بین 51 تا 60 سانتی متر میرسه. وزنشون بین 16 تا 35 کیلوگرم. طول عمرشون بین 12 تا 15 سالشه. اصالتش سیبری روسیه است. رنگ هم بین سفید، سیاه، سیاه و سفید، خاکستری، خاکستری و سفید، قرمز و سفید و خاکستری نقره‌ایه. شخصیتش هم شخصیت دوستانه، باهوش و بازیگوش. تاریخچه جرمن شپرد. جرمن شپرد یک نژاد نسبتاً جدید و قدمت اون به 1899 برمیگرده. اونها وجود خودشون رو مدیون کاپیتان ماکس فون هستن. هدف اون ایجاد یک سگ گل دار بی‌نظیر از نژاد آلمانی بود. هاسکی سگی با ابعاد متوسطه، با پوشش خارجی بسیار فشرده، به عنوان یک سگ کار که از شرق سیبری اومده. از نظر ظاهری پوشش فشرده، دم زیبای پرپشت، فرم بادامی و رنگ زیبای چشم‌ها، سر مثلثی و گوش‌های ایستاده کاملا جلب توجه می‌کنه. رنگ پوشش از مشکی تا سفید متغیره. هاسکی سگ بازیگوشه ولی در عین حال آرومه. سگ باهوشی هم هست، اجتماعی و دوست داشتنی و همینطور با محبت. با اینکه بسیار پر انرژی به خصوص در طولگی، ولی سگ فرمانبرداریه و به خوبی میشه با کودکان رابطه برقرار کنه. خیلی کم واق میزنه و در نتیجه به عنوان یک سگ نگهبان خیلی مناسب نیست. شخصیت جرمن شپرد. جرمن شپرد شخصیتش جوریه که مقداری منزویه، اما معمولا پرخاشگر نیست. اونها سگهای محتاطی هستن. اونها بلا فاصله دوست نمیشن، اما اگه با شخصی دوست بشن وفادار هستن و در کنار خانواده خودشون آرومن. اما در صورت تهدید میتونن قوی و محافظ باشن و همین ویژگی اونها رو به نگهبانی بسیار عالی تبدیل میکنه. این نژاد بسیار باهوشه و قابلیت آموزش هر کاری رو داره، از هشدار دادن به یک فرد ناشنوا تا کمک کردن به کسی که در بهمن گیر کرد. از انجام دادن این کارها امثال این کارها شاد میشه. بیماری‌های هاسکی. هر سگی مشکلات خاص خودش رو داره. هاسکی هم از این قاعده مستثنا نیست. از بیماری‌هایی که در هاسکی دیده میشه، میشه به مشکلات لگن، مریضی‌های چشم مثل آب مروارید و ورم پوست که ناشی از کمبود روی هست اشاره کرد، ولی در حالت کلی سگ سالمیه. بیماری های جرمن شپرد. جرمن ها به طور کلی سالمن، اما مثل همه نژادها مستعد بیماری های خاصی هستن. همه جرمن ها به این بیماری ها مبتلا نخواهند شد، اما مهمه در صورتی که قصد گرفتن این نژاد دارین از اونها آگاه باشید. مشکلات مفصلی. این یک بیماری ارثیه که در اون استخوان های ران از قسمت مفصل به خوبی در جای خودشون در مفصل لگن قرار نمی گیرن. توی کامنت بهم بگید که بین این دو نژاد شما کدوم نژاد رو میپسندید. اگه از اکسپلور این ویدیو رو میبینید و به این سگ ویدیوها و تربیت سگ علاقه دارید، حتما وارد پیج بشید. کلی ویدیوهای باحال و جذاب داریم که مطمئنم خوشتون میاد. یادتون نره که پیج ما رو فالو کنید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.